با سخن دموکراسی. متحدان دموکراسی شما آقای رضا پهلوی کورخوندی، خیلی کورخوندی از دموکراسی در خارج از میهن سخن میگی. فکر میکنم که سخنانت رو پخش میکنن در درون، برای که خوب میتونی ملت ایران رو فریب بدی. متحدین دموکراسی برای آقای رضا پهلوی هاشمی رفسنجانیه، هموطنان گرامی. هاشمی رفسنجانی که خمینی اومد توی تلویزیون گفت اگر همه ایران بگن آره و من بگم نه، نه هست، این دموکراسی تازی، ولایت فقیر، فقیر راستی، فقیر خرد، ولایت الله تازی، اللات، دموکراسی. آقای رضا پهلوی براستی خفه شید با این سخنان. متحدین دموکراسی شما آقای رضا پهلوی مریم رجوی هست. چند ساله که رجوی نفله شده و خبری ازش نیست؟ چند ساله؟ هنوز سخنانش رو پخش میکنن، شخص دیگری اعلامیه رو میخونه، عکس این سردار تازی ننگین رو میذارن و چه احترامی براش میذارن و جرأت داری به عنوان مجاهد بگو رجوی کجاست؟ جگرت رو در میارن. دموکراسی، دموکراسی مجاهدین خلق، هوشنگ، از شاهنشاهی ایران سخن نگو، قرن 21 هست، دموکراسی بگو، دموکراسی مجاهدین خلق. از دموکراسی رضا پهلوی بگو، دموکراسی ارتش جمهوری اسلامی، از دموکراسی سپاه پاسدار بگو. از دموکراسی بسیج بگو. دموکراسی یک نفر سوار یک پیکاپ میشه یا وانت میزنه تو میونه تظاهر کننده ها. دموکراسیه، دموکراسی مرگ برای ملت ایران. خواب دیدی آقای رضا پهلوی؟ فقط مرگ میتونه جلوی زبان من رو بگیره، هیچ چیز دیگری. و مرگ من براستی ننگی خواهد شد بر دامن جهان. من از مرگ وحشتی ندارم، من استقبال میکنم مرگ رو، و این مرگ داغی خواهد شد بر دامن جهان. من چیزی نمیگم، من از آزادی و آزادگی ملتی سرجو سخن میگم. من تعهد صلح، تعهد آزادی و آزادگی میدم. من تعهد دوستی با جهان رو میدم. هموطنان گرامی، من به غرب، به چشم دشمن نگاه نمی کنم، راستی که نمی کنم. نگاه کنید به شاهنامه فردوسی، نگاه کنید به حکومت اسکندر. پادشاهی اسکندر رو پادشاهی ایران می خونه. فکر نکنید که فردوسی با خبر تاریخ نیست، هست. ولی براستی که غرب پسر عموی من هست، پسر عموی ما ایرانیان هست. ما که تازی نیستیم که سوار هواپیما بشیم بزنیم تو توین تاور. ما که ملت خردمند و سردوست و سرجو هستیم که ملتی باوردار به پندار نیک
گفتار و کردار نیک ما آدم کش و تروریست نیستیم که من نمایندگی میکنم این فرهنگ رو، از کسی هراس ندارم. من مردم غرب رو پسر عموی خودم میدونم. من سخن فردوسی رو باور دارم که میگه فرزندان فریدون، ایرج و تور و سلم، فرزندان سلم هستن. دشمنی ندارم من با غرب. باجی هم به کسی نخواهم داد، همان گونه که خسرو پرویز باجی به کسی نداد. با اینکه امپراتور روم پدر زن خسرو پرویز بود، گفت باید خراجت رو بدی، با خراجی از کسی نمیخوای، ولی اجازه این که سرزمین من رو غارت کنن به هیچ کس نخواهم داد. در صورتی که موفق بشیم این سرزمین رو از آن ملت ایران کنیم، و در صورتی که بتونیم کودهانی به کسانی این چنین ایمیل های رو به من بزنید بزنیم، اون وقت به جهان نشون خواهم داد که ملت ایران در این دلاوری، در این فرد، در این صحب دوستی بسیار بسیار جدی از حقوق خودش دفاع خواهد کرد. ما به هیچ سلاح اتمی، به راستی سوگند، در مقابله با جهان به هیچ سلاحی نیاز نداریم جز خرد. در مقابله با اشرار منطقه چرا؟ ارتش شاهنشاهی محکمی بنا خواهیم کرد. سر اشرار رو به دیوار خواهیم کوبید. ولی ما با جامعه جهانی هیچ تناقضی، هیچ دشمنی، هیچ اختلاف عقیدتی که باعث بشه که بگم یا ایها الذین آمنو، این سخن تازی سخن احمدی نژاد است، سخن کسانی این چنینی که به من میگن در قرن 21 شما از چه، از شاهنشاهی ایران سخن میگید. میخونم برای شما این جواب ها چی بود که به آن بیننده فکر کنم اسمش سارا بود دادید. مثل که مثلا ما با یه بچه‌ای، با یه برهی بردهی داره صحبت میکنه. هیچ جواب منطقی در مورد انجمن پادشاهی ندادید، یا زدید به بیراهی که خسرو پرویز و داریوش دوتا گرگول، یا اینکه نمیدانی داری چه کار میکنی، یعنی من نمیدونم چه کار میکنم. اسم پادشاهی آینده رو نگفتید. اگر رضا پهلوی نیست اسم پادشاهی نه، یعنی اسم پادشاه باید می‌نوشتی. اسم پادشاه آینده رو نگفتی اگر رضا پهلوی نیست. رضا پهلوی سپور آینده ایران هم نخواهد بود. پادشاه ایران رضا پهلوی، پادشاه ایران رضا شاه بزرگ بود که چشمش رو که میپوشید کسانی مانند تو میلرزیدن. نبره جلوی سازمان ملل کجا بود وایستاده بود؟ اگه به من اجازه بدن برم ایران حرفمو بزنم، کاری ندارم میرم. چه حرفی داری بزنی؟ چه حرفی زدی توی این 30 سال که بری ایران هم همینو بگی؟ بالای بومت رو دیدیم، پایین بومت رو هم دیدیم، بنشین سر جات بچه. پس شما میخواهید پادشاهی بنا کنید با مردگان، چون رضا شاه که مرده. از این سخن ننگینت معلوم میشه که قجری. براستی قجرها، قاجارها، او مای گاد، اینا نفرتی از رضا شاه بزرگ داشتن باور نکردنی.